بازی امشب بازی خیلی ساده ایه. تو چشای نفر بغلیت نگاه میکنی، یه دونه میزنی زیر گوشش. 3 2 1 سلو، خوش اومدی به کانال 2MT. جدیدن دیگه عصبی میشم میگی سلو ترین. برو بابا. خدا قبلا اینجوری نبودم ها. بگو. اینجوری عصبی. سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدی به کانال 2MT. نفرمایید شاپ. اسم جالبیه نه؟ جریان چیه؟ قراره که ما مخالفه بفرمایید شما عمل کنیم. یعنی تو بفرمایید شما همه چی مرتب و تمیز و باب طبع مهمون و سلیقه مهمون و به بهترین نه اینجا به کثافت ترین حالتش قراره که نفرمایید شام رو اجرا کنیم. چیزایی که مهمونو خیلی بدشون میاد ازشون میذاریم جلویشون، هر چقدر بیشتر حالشون با هم بخوره بیشتر بدشون بیاد نمره بیشتری میگیریم. این برنامه قسمت اولش که مهمانان ما از کانال ماهی سپیدن، یعنی مهیار و سپیده قراره بیان. شب دومم که ما مهمانشون هستیم. خدا میدونه چه بلایی میخوان سرمون بیارن. تنی، غذای اصلی چیه؟ غذای اصلیمون ماکارونیه، یعنی جفتشون متنفرن از این غذا. حالا همینجوریش که ماکارونی نمیخورن، وای به حال اینکه شفته هم باشه. حالا میبینید دیگه، ماکارونی شفته با کرفس غذای اصلیه ماست. و فلفل زیاد که مهیار بهش آلرژی داره. پیش غذا چیه؟ سیب زمینی نپخته تنوری. نپخته که یه مقدار گذاشتیم تو ماکروفر خشک شده ها، ولی نپخته، داخلش نپخته، روشو بس. ولی یه مقدار گذاشتیم ماکروفر خشک شده با پنیر صبحانه. کثافت تر از این من سراغ ندارم. 100 درصد. من حداقل ندارم. دسرمون هم که دوتا از محصولات خود یزیده، یعنی رئیس کارخونه یزیده، کلوچه نادری و بیسکویت ساقه طلایی که وقتی میخوری اصلا میری تو بسته میشه. آره، میری تو دشت کربلا. به عنوان تنقلات نخودچی هم که گرفتیم دیگه، واقعا لاکچری لایف رو بغل کرد. خب بریم که ادامه برنامه رو ببینیم. من برم خرید تا تنین کارا رو راستوریز کنم. میخوام برم میوه فروشی، میوه فقط سیب میخوام بگیرم. حالا خیلی دارم حال میدم، هم سیب زرد میخوام بگیرم هم سیب قرمز. مثلا سیب من تا حالا ندیدم تو مهمونی کسی از ظرف میوه برداره. البته نعمت خداست و بی احترامی نشه ولی من نمیدونم، خوشمزه هم است، نمیدونم ولی چرا اصلا کسی از تو میوه ها سیب ور نمیداره. هر وقت با سیب گرفتیم جلو مهمون گذاشتیم مون. الان هم که یه پذیرایی درخواستم میخوام از مهیار و سپیده عزیزم بکنیم. بعد میرم شیرینی فروشی، شیرینی فروشی هر آن چیز که یزید بیشتر توشه رو میخوام بخرم. از اون ور میخوام نخودچی هم بخرم، نخودچی بخورم. اگه خیلی حال بدم کشمش هم میریزیم توش، وگرنه که من نخودچی خالی به عنوان تنقلات امشب. اسم من خودم به شخصه تا حالا ندیدم کسی نخودچی از تو آجیل برداره. اصلا من ندیدم تا حالا از نزدیک کسی نخودچی بخوره. اصلا پایین نمیده، شما یه قورت بده یه قورت بده یه قورت بده، مگه میره پایین؟ همینجا میمونه تبدیل به تومور نخودچی میشه. اسم این شما میخوام بذارم رویال نایت. چرا دارم یه طرفه میرم من؟ دو قلوهای دوست نداشتنی، سیب زرد و سیب قرمز. چه گوجه سبزم اومده ولی اصلا در خوره این مهمونی نیست. اون روز من نیم کیلو خریدم، یه ضربه به اقتصاد خانوادمون وارد شد که نگو. 6 تا سیب خریدم، 3 تا قرمز، 3 تا زرد، شد 20,000 تومان. داشتم فکر میکنم لاکچری شد بازی مهمونی که نخودچی دو تا مدل داره، دو آتیشه و معمولی. ما معمولیشو میگیریم. سلطان، سردسته یزیدا اینجاست، انزینم بر میدارم. به به به. از اونجایی که قراره کلن برعکس مهمونی های همیشه‌مون باشه، حالا من چیکار کردم؟ من یه دونه ماکارونی گذاشتم توی آب چیز بشه بپزه، بعد گذاشتم که قشنگ شفته بشه. به قول معیار میمونه تو معده، میچسبه به معده، پای مایی نمیره. حالا حالا ها حالا من میتونم بخورم. من ماکارونی ها ببرم نمیشه، ولی ما میتونیم بخوریم مثلا حالا بازور. مطمئنم که اونا خیلی بعدشون میاد. حالا شما بیا مواد ماکارونی ببین. ماکارونی من مواد خاص داره، همونجوری که خودش خیلی خاصه موادش هم خیلی خاصه. نگاه کن مواد ماکارونی من کرفسه کرفسه
کرفس و نخود فرنگیه که این دوستان عزیز خانم گرامی روی ماکارونی شف دمو ریخته میشه و میتونید خیلی راحت بخورید. هیچ نمک فلفل و زردچوبه و هیچ چیزی نداره. چرا؟ اینو پر کردم از فلفل. قراره که برای پیشغذا یه سیب زمینی تنوری فوق‌العاده بهشون بدیم با کمی رب. اجازه بدین. البته من نمیذارم این سیب زمینی ها بپزه، میخوام که نیم پز باشه که وقتی میخورن سیب زمینی بگه قرچ، ولی خب بالاخره اونا گذاشتن تو دهنشون و مزه رب رفته روشون. منم برای اینکه یه ذره خوشمزه تر بشه چیکار میکنم؟ پنیر صبحانه هم روش میریزم. چقدر جالب، چقدر جالب. حالا بیا میخوام بهتون سالادمو نشون بدم، سالادی که من واقعا براش وقت گذاشتم. واقعا میدونید این کاهوها برای کیه؟ واقعا خیلی نگهش داشتم توی چیزها، توی یخچال که به این حالت صورتی شکل برسه. میبینی اینا رو؟ اینا رو نشون بده. زنگ زده. آره دیگه. ولی من یه کار دیگه هم دارم. این پنیر چیه؟ پارمیزان. پارمیزان. از این پنیرام ریختم دیگه. ببین چه کردم. واقعا چه کردم؟ واقعا. خب ادامه شما بده. خب ببینید، ما گفتم بهتون دیگه، گفتم برم شیرین زبون بخرم تو شیرازیک داره، ولی یهو یه نکته‌ای به ذهنم رسید که اینا خودت صحراست. اینا تنقلات امشب که عرض کردم نخودچی معمولی بدون هیچ افزودنی میخورن، خشابشون پر میشه، ایشالله رفتن خونه کلی با هم دیگه میخندن و شاد میشن. این سالاد زنگ زدم که واقعا غذای گوسفنده. نمیدونم من چجوری میخواد بخوره. رسیدم. این در زدم مخصوص مهیاره. اینت سلام. ایمت علو بود، علو بود. بفرمایی، بفرمایی. ببین سپرایز ها، سپرایز. سپرایز چیه؟ سپرایز جمع مورد علاقه توه. چی؟ تو مورد علاقه جمع دتونه. مطمئنه ماکارونیه. ماکارونی؟ ماکارونی؟ برو برو ببین، برو ببین، برو برو. اون برای چیزی توش نریخ باشم. بابا یه فرنی بکشیم که براشون نفرمایید شام باشه. با عرض سلام، مهیارم امشب مهمونم، اصلا خوشحال نیستم. بخوای خوشمزه شد مزه پیتزا میده. آخ دستم رو گاز گرفتم. من پنیراشو نمیخورم. با بخورید. هر چقدر بیشتر نتونید بخورید امتیاز بیشتری ما میگیریم. مهیار جان مثل که میتونه بخوره. شیش دقیقا مزه پیتزا میده؟ توسش آقا اینا دارن به شعور ما توهین میکنن. با همینه دیگه، به فهمایشا ازتون وضعیه خوب کردیم، الان وضعیه بد. ما گفتیم غذای بد، مثلا سوسک زنده، مثلا حشره سرخ شده. بیا من یعنی آینه این بدتر از حشره است. بیا بیا این چیه؟ بسته بسته، حالا خیلی خوشمزه است. یا علی آب لیمو رو خالی کرده. بسته بسته شربت آب لیموه. بچه ها ناراحت میشن. چرا شکر نریختی این تو حد اقل؟ بچه ها برای اینکه اگه یه وقت دل درد داشته باشیم، برای اینکه پیشگیری کنیم، عرق ننام تشید. سوال، این رسیپیش اختراعی خودتونه یا اینکه؟ ببین حالا یه چیز جدی بگم، اینو واقعا جتلی نه بگروسلی بگم. اینو همینجوری، نه اینکه با رب و پنیر و اینا، همینجوری بذاری توی مایکروفر بعد بپزه، قشنگ خیلی خوشمزه. خب بذار الان بپزه، این کارو میکردی؟ خب نه دیگه، من میخواستم شما اول. خب نه خوب
من خواستم اول شما بخورید فکر کنید چرا خوشمزه است، بعد وقتی گنده ها رو خوردیم وسطش صفر بشه. خشنگ میدید رو تو هم اجازه بعد رو از رو تو مایکروفر. آره من یه سالات بخورم، این سالات خیلی داره چشمک میدنه لعنتی هشمام میخورم. نمیدونم کاهو رو چجوری اینجوری در رو برده. بنده خدا دلشون نیومده بندازن. بکنم ماها پیش فکر این برنامه بودن. ببین یکم کاهو جز فلزات دیگه، کاهونیومه اسمش تو جدول مندلیف، زنگ میزنه دیگه. یخ قدقه دابش میکنه. اه نه چرا سرده؟ مدله مگه؟ خب نه دیگه، این اصلا یه شکلیه که روش مدله هم سرد نمیخورن. بفهمه بفهمه، این روش نخود فرنگی داره و کرفس. اسمش ماکارانی کرفسه و نخود فرنگی. ببین هر چیزی که سر معده گیر میکنه رو با هم قاطی کرد. نخود فرنگی ماکارانی. ببین من یه سردردی میگیرم بعد از خوردن این غذا. من باید به مناسبت این که ما به گیاهخوارا احترام میذاریم به گیاهخوارا احترام سرد غذا میریسیم. اوه چرا من تنده گرفتش. بچه من توی این کرفس و نخود فرنگی اینقدر فلفل ریختم. خب من نمیتونم بخورم، میمیرم که. ببینم بیا خودت ببین برای اون چی کار داری. مرسی مرسی، من این برنامه رژیم رژیم. اوه 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 بابا تو بی شور بازی در آوردی. از حواسم اینو میخوره واقعا. خدا هیچ بنده ایو انقدر بی عزت نکنه. یعنی خواست بر سر تو بفرمایید دیگه. آب میزمونم یادمون رفت بیاریم. بفرمایید سلام بچا. کلوچه نادری در خودم دو طعم مختلف، نارگیلی و گردویی، بعد بیسکویت ساق طلایی هم داریم که واقعا نوستالژی و خاطر انگیزه برای هممون. ببین بفرمایید دست شما درک. عالی عالی، خیلی هم خوشمزه و عشق بودیم. این دو مدل داشت، هم دو آتیشه داشت هم معمولی. من معمولیش رو براتون گرفتم. بفرمایید. شاید باور نشه اشتباه کردیم، من نخوچی دوست دارم. دوست داری؟ مخصوصا اگر با کشمش باشه. کشمش داریم ولی نه بردیم. دقیقا خوش خوراک که ماشاءالله. بفرمایید. چیست نه در آقا اینا خورده نمیشه. آقا کلوچه خوبه خدا. نرمه دوش مغز داره باشی کاکاو. جیگاگو هم گرفتم تا آقا نه بردیم. من میوه بفهمید بفهم، فقط سیب گرفتم براتون چون خیلی پرطرف داره تو سبد میوه ها. هم مهمونی میدی هم گرونه همه سیب. حالا شب باورتون نشه 6 تا سیب شد 20,000 تومن. یه زمانی عزیزم یه ارزون بود. آره من اگه فکر نمیم اگه گرون میشه چیز میگرفتم. خیار میگرفتم. خیار هم ببینم. نه بعد گاز بزنیم. سیب زرد حالا شب باورت نشه گرون دارم قرمزه. میگن سیب زرد برادر شغاله. اصلا میگن سیب زرد نشانه نزدنه. ای بازی امشب بازی خیلی ساده ایه. تو چشای نفر بغلیت نگاه میکنی یه دونه میزنی زیر گوشش. مهیار به پرمه کوفت ما هم تموم. ببین پیش غذاشون که واقعا خوب کسافتی بود به نظر من. اگه بخوام مثلا هر کدوم از اینا رو مثلا دو امتیاز رو میدم به پیش غذا، این سیب زمینی نپخته روش پنیر ریخته بود اصلا یه چیز عوضی شده بود. دو امتیاز بابت اون غذای اصلی واقعا امتیاز بالایی به نظر من میگه. سه امتیاز من بهش میدم، پنج امتیاز چون غذایی بود که اولا من متنفرم ماکارونی همینجوری، پنج امتیاز بابت اون میدم. دو سه پنج امتیاز سالادش یه امتیاز میدم چون پنیر پارمیزان ریخته بود روش و پنیر پارمیزان خوبه ولی کاهوه بد بود. شیش امتیاز شیک کاری کرده بود. و دو امتیاز هم بابت دسرشون که واقعا عالی بود دیگه، ساقه تلای کلوچه. یعنی واقعا من متنفرم از این دوتا. از ده میبینی امتیازها رو؟ آره یه هشت امتیاز از ده امتیاز الان من دادم بشون. به نظر منم افتضاح خوبی بود. یعنی این که حالا همه چی رو یه جورایی خیلی بد شکل و بد فرم و بد مزه و نپخته و اینا با حال بود. من فقط یه من سه امتیاز کم میکنم به خاطر اینکه
تنوع غذایی به خرج نداده بودن، فقط غذا رو به شکل بد ارائه داده بودن. میدونی اصلا چیزای عجیب غریب و چیزای حال به همزن و چیزایی که اکثر آدم ازش متنفر بودن. مثلا من شاید توقع داشتم اونا رو میدیدم. سه امتیاز برای اون کم میکنن و در بقیه موارد افتضاح خوبی بود. هفت هشت 15. 15.